خب دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه عصر خوب از رادیو آرینا، تنها رادیوی اف ام در تورنتوی کانادا هستید و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای وحید افشار که کارشناس و کارگزار بیمه هستند. سلام عرض میکنم خدمتون، صدای بنده رو دارین؟ منم سلام عرض میکنم جناب آقای افشار، عصر شما هم بخیر. خیلی ممنون از شما که قبول زحمت کردید و روی خط برنامه تشریف آوردید که به سوالات شنوندگان ما پاسخ بدین. خواهش میکنم، کیفیت صدا مناسب بله، صداتون یه مقدار ضعیف، اگر امکانش باشه خورده بلندتر صحبت بکنید ممنون میشیم. الان صدا مناسبه؟ بله تقریبا. بله خوبه، مرسی. جناب آقای افشار، خب من اگر اجازه بدیم پرسش هایی که شنوندگان ما برام فرستادن در این موضوع، البته اگه شما صحبتی دارین بفرمایید بعد من سوالاتو شروع کنم، یا اینکه من سوالاتو شروع کنم. خواهش میکنم. سالدار تبریک میگم به هم وطنان. بله. و آرزوی موفقیت و تندرستی برای همش می‌دارم. شما. خیلی متشکرم. ما هم برای شما آرزوی مشابه داریم و بنده به نمایندگی از کمیته ایرانی خدمت شما هم سال نو تبریک میگم. امیدوار هستیم سال خوبی داشته باشین. خب جناب آقای افشار، کارگزار بیمه هستی، در ارتباط با موضوعات بیمه از ما سوالاتی شده. یکی از سوالات خیلی مشابه در بین افراد مختلف این بود که آیا میشه اقساط بیمه رو، حالا با توجه به این شرایط شیوع بیماری کووید 19 که خب خیلی از اقساط حالا چشم پوشی شده تا زمان دیرتر به تعویق افتاده پرداختش، آیا میشه اقساط بیمه، اهم از اقساط بیمه خودرو، بیمه مسکن، بیمه عمر رو در این ایام معوق کرد تا تاریخ دیرتری پرداخت کرد؟ بله، البته شرکت با شرکت بیمه متفاوته، ولی در کل بخوام پاسخ رو بدهم، بله امکان پذیر هست. فقط هموطنا میتونن تماس مستقیم داشته باشن، حالا یا اگه با شرکت بیمه در ارتباط هستن یا از طریق کارگزار بیمه در ارتباط هستن، از هر دو طریق امکانش هست. درخواستشون رو ارسال میکنن، حالا یا تلفن یا به صورت ایمیل، و بله در این شرایط ای امکان هستش که به تعویق بندازند پرداختی ماهیانه رو تو تمام مواردی که شما اشاره کردید. بسیار عالی. خب این قسمت در مورد به تعویق انداختن فرمودید که انجام میشه. خبری بود که روی وبسایت خبری حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش آپدیت شده بود در ارتباط با اینکه در ارتباط با بیمه خودرو خصوصا، حالا با توجه به اینکه خیلی افراد الان منزل هستن، اصلا خودروشون رو بیرون نمیبرن و به این ترتیب تصادف ها خیلی کمتر شده، هزینه‌ای که به شرکت های بیمه خودرو تحمیل میشه پایین تر اومده و این شرکت ها یک تخفیف های ویژه‌ای رو در نظر گرفتن برای دارندگان بیمه خودرو، اطلاعی دارید از این که بیشتر توضیح بدیم؟ حالا این دیگه صحبت از به تعویق انداختن پرداخت نیست، صحبت از تخفیف در پرداخت بیمه ها هست. من در ارتباط با این موضوع، من با 14 تا شرکت بیمه فعالیت دارم. بله. در ارتباط با این موضوع که شما مطرح کردین بنده بی اطلاع هم. بله. اما به هر حال هموطنانی هستن که شاید الان بگن مسافه ماشین کمتر هست، همونجوری که شما اشاره کردی. بله. در مقایسه با مثلا چند هفته پیش. بله. خیابون هم به تب خلوت شده به خاطر حال شرایطی که هست، به خاطر همین بحث ویروس، اما نمیدونم، جوابی ندارم. بله. میتونم قابل درک. این خبر خیلی خیلی جدید بود، حالا شاید دستورالعمل ها هنوز به شرکت های بیمه ابلاغ نشده و زمان بر خواهد بود. حالا سوال دیگه هم که پرسیدن دوستان، آیا افرادی که شامل یکی از شاخه های بیمه عمر میشن میتونن از منافع این بیمه در این ایام استفاده بکنن به نوعی آخر؟ خیر، برای اینکه من فقط مختصر توضیح بدم، بفهمی. در با بیمه عمر، تعریفش، بیمه عمر زمانی کاربرد دارد که فردی خدایی نکرده بزنن به تخته، فوت بکنن و اون مبلغی که توافق شده بین اون فرد و شرکت بیمه، اون مبلغ میرسه به ورثه. خب وقتی فردی زنده هست، خب به طبع این موضوع خیلی کاربرد نداره در حال حاضر. بله، ولی بعضی از بیمه ها هستن که جناب افشار با توجه به اینکه حالا بیمه عمر هست، یه قسمتی رو تو شامل میشه که دیزابیلیتی و یا اینکه در شرایط بحران هم بعضی از موارد رو کاور میکنه. آیا بیمه ای وجود داره که این کار رو انجام بده و یا اگر وجود داره از الان میتونن اقدام کنن یا فقط کسانی که قبلا اقدام کرده بودن و این بیمه رو دارن الان میتونن ازش استفاده بکنن؟ سوالتون بسیار سوال خوبیه. ببینید،
بیمه دیسابیلیتی تعریفی که شرکت های بیمه دارن این استش که فردی یا تو محیط کار یا خارج از محیط کار به دلایلی، حالا معمولا تصادف رو اینا تعریف میکنن به صورت کلی و جنرال، امکان رفتن به محل کار و امکان کسب درآمد روشون نداشته باشن. بله. اون زمان هستش که خب اون بیمه از کار افتگی یا همون دیسابیلیتی به واژه انگلیسیش استفاده خواهد شد. اما در شرایط فعل بیمه عمر که مطمئنن جوابگو نخواهد بود. تنها موردی که میتونم پیشنهاد کنم جایی هستش که معمولا دولت کانادا تعیین کرده برای اونهایی که شاغل هستند که بیمه بیکاری ما اصلا بهش میگیم، که یه مبلغی از اون مبلغ ماهیانه درآمدشون رو دولت تعیین کرده، اینها واریز میکنن به اون حساب مخصوص. در این زمان ها که به حال بیکار شدند، حتی نیازن نیست که حتما بر اثر حادثه اتفاق شده باشه، یعنی حادثه فیزیکی که برای خودشون اتفاق افتاده شده منظورم هست، بله، به خاطر این شرط امکان رفتن سر کار رو ندارند، اون حقوق به حال اون مایحتاج ماهیانه‌شون رو پوشش میده. بله. دوست عزیزی پرسیدن که یه سری بیمه ها هست که حالا مثلا شما وقتی که رو کردیت کارتتون یه بیمه ای رو دارین، حالا خود بانک ها معمولا میدن، بعضی وقتا بعضی از در واقع بروکرها پیشنهاد میکنن که یه سری بیمه های فاینانشال رو بگیرن که حالا اینا مثل بیمه مسئولیتشون هست راجع به کاری که دارن انجام میدن و بیزینسشون، یا راجع به پرداخت کردن اقساطشون هست و موارد مشابه این. آیا دوستانی که این بیمه رو دارن الان میتونن از این وضعیت استفاده بکنن با توجه به شرایط موجود کووید 19؟ ببینید موضوعی که هست اون معمولا بانک ها زمانی که فرمای شما صحیحه کردیت کارت رو میخوان، اگه کسی اقدام میکنه برای دریافت کردیت کارت، یک بیمه پروتکشنی یه مبلغ خیلی ناچیزی، معمولا $10، $9، $15 بانک با بانک متفاوته، بله، اینا پیشنهاد میدهند که اون عملا بالانس یا اون میزانی از مبلغ کردیت کارتشون رو اگر به نوعی اینها ناتوان باشند، تو اون تعریفش خود با دقت باید من اینجا پاسخ بدم چون این موضوع خیلی کلی هست پرسش شما، بله، ولی اگه بخوام جمع‌بندی بکنم به صورت مختصر، تو این شرط اون بیمه پوششی نخواهد داشت، چون میدونم اون خیلی فردی بر سر تصادف اگر امکان پرداخت نداشته باشه یا اگر خود نکرده فوت کرده باشه، یه مبلغی که لیمیت اون بیمه تعریف شده هست از طریق بانک، بله، یا بیمه بانک، اونها میان اون مبلغ رو از اون بالانس اون کریدیت کارت پرداخت میکنند. درسته. پس در واقع توی این شرایط اقتصادی که الان در بحران هستیم عملا اون بیمه هم کاربردی نداره. باز من توصیه که میتونم داشته باشم، خیلی از هموطنان اگر اون بیمه رو دارن میتونن با بانکشون تماس بگیرن، معمولا اون کاستمر سرویس کردیت کارتشون تماس بگیرن و بخوان که از اونها یه کپی از پالیسیشون رو بگیرن، پالیسی وردینگ براشون بفرستن، معمولا 20-30 صفحه است که تو اونجا نوشتن که چه مواردی شامل پوشش بیمه اون مبلغی که پرداخت میکنن هست و چه مواردی نیست. درسته. و بعد جناب افشار، با توجه به اینکه شما به عنوان کارگزار بیمه با شرکت‌های بیمه مختلفی کار می‌کنید، این سوال عمومی زیاد ارتباطی به شرایط فعلی نداره. اگر دقت کرده باشید خیلی وقتا دو سه نفر پیش هم که میشینن صحبت میکنن راجع به کاوریج بیمهشون موارد مختلفی دارن. مثلا عرض میکنن بعضی هستن که میگن آقا ما مثلا بیمه عمرمون انقدره، بیمه از کار افتادگیمون انقدره و مثلا انقدر کایرو داریم، انقدر نمیدونم ماساژ داریم، اینجور چیزا، ولی مثلا داریم $100 میدیم. یه نفر دیگه میگه آقا من $200 دارم میدم ولی یه همچین پوششایی رو ندارم. این تمایزی که بین نوع پوشش و میزان پرداختی که در واقع افراد مختلف دارن انجام میدن، آیا بسته به شرایط بیمه است یا بسته به اون بیمه گذاره؟ و یا یه سوال خیلی بزرگ دیگه که خیلی از دوستان راجبش میپرسن اینه که آیا کسی که بروکر هست مبلغی از این قسمت سهم بیمه رو بر میداره یا اینکه نه، یعنی میشه تخفیف مستقیم گرفت، یعنی با خود بیمه آدم وارد مذاکره بشه تا با بروکر وارد مذاکره بشه، یا خیر؟ من اگه اجازه بدید از پرسش آخرتون شروع بکنم بیام به سمت اول. بسیار عالی. ببینید بروکر از یه بابت خوب هست
که اگر کسی با بروکر بخواد در ارتباط باشه تو بحث خرید بیمه، حداقل توضیحاتی رو در ارتباط با اون کالایی که اون یا محصول بیمه‌ای که فردی مد نظرش هست میتونه بدهد، و وقتی توضیح رو میدهد و پاسخهایی که به حال میدهد بسته به پرسشهایی که اون مشتری مد نظرش هست، به حال یه مقدار چشم مشتری رو باز میکنه که بدون چی داره میخره. به طب واسطه ها از جمله بند تو این وسط خب به طب زینف هستیم، اما اینکه فردی بخواد مستقیم با شرکت بیمه در ارتباط باشه، مثلا اصطلاح مواسطه رو بخواد دور بزنه و بره، خیلی اختلاف قیمتی نخواهد بود و سودی هم واسه بروکر نخواهد داشت. این در تورد موضوع آخر. بله. در تورد اون موضوعی که شما فرمودید راست میگید، من خیلی از مشتریای خودم حتی میگن که ما نشستیم توی جمعی، حالا شما بیمه عمر رو مطرح کردید، اینها میان بیمه ماشین رو مطرح میکنن. بله. میگم مثلا من توی یه ساختمانی زندگی میکنم توی یه نقطه شهر، همسایه طبقه بالایی من ماشینش عین منه، ایشون داره مالی اینقدر میدهد و چقدر مال من قیمتم بالاتره. درست. ببینید در ارتباط با بیمه، حالا شما باز بیمه عمر رو مطرح کردید، حالا یا حتی عمر نه، شما بیمه دارو دندون رو مطرح کردید. بله. ببینید معمولا قیمت های شرکت بیمه، چون اینا همه بخش خصوصی هستن و رقابت بینشون هست، معمولا خیلی نزدیک به هم قیمت گذاری میکنن. اختلاف ها خیلی فاحش نیست، مگر اینکه شرایط مشتری با مشتری یه مقدار متفاوت باشه از نظر سلامتیشون عرض میکنن. بله. توجه میفرمایید. اما در ارتباط با حالا بیمه اتومبیل بخوام این رو در نظر بگیرم، چون تو بیمه اتومبیل جزء چالش های ماست، این هستش که مشتری معمولا وقتی میاد خودش رو نگاه میکنه با یا قیاس میکنه با یک همسایه، یک دوست، یک جمع یا محفلی که هستن، خیلی کلی موضوع رو نگاه میکنه، در صورتی که تو بحث قیمت گذاری بیمه خیلی موارد از جمله سن مشتری، جنسیت مشتری، محل سکونت مشتری، سابقه بیمه مشتری، سابقه گواهینامه مشتری و الان موارد بسیار زیاد هست، اینها رو قیمت گذاری اثر گذارند. درسته. پس عملا کیس بای کیس در واقع قیمت گذاری میشه، نه اینکه که عملا درسته. ولی همین هم هستش که مزد میخوام من یه موضوع اشاره بکنم اگه امکانش هست. واسه همین هم هستش که اگر شما دقت بکنید بخصوص تو بیمه اتومبیل، شما از چند تا شرکت وقتی قیمت میگیرید قیمت ها متفاوت هست، برای اینکه همون در تایید فرمایش شما، چون اینا کیس به کیس قیمت میدهند و بسته به مارکت شیری هم که شرکت بیمه دارد، یعنی حجم مشتری که در سطح شهر دارند، اینها باعث میشه که قیمتشون یه مقدار متفاوت باشه. این هستش که این سوال همیشه برای مشتری پیش میاد که چگونه است که یک شرکت به من تو یک محل یه قیمت میده و یک شرکت دیگه قیمت خیلی بالاتر یا یه مقدار پایینتر. بله. ولی جناب افشار، من موردی که برای خود بنده به شخصه به وجود اومد، من با یه بروکری ماشین و منزل رو بیمه کرده بودم و بعد وقتی که به خود اون بیمه زنگ زدم و با بیمه صحبت کردم، تقریبا ماهی 35 تا 40 دلار به من خود دفتر بیمه ارزون تر داد این رقم رو. این واقعا انقدر تفاوت داره، چون من دوباره زنگ زدم با بروکر صحبت کردم، گفتش که ما این قیمت رو میتونید، اگه اونا دارن این قیمت رو میدن به نظر من با ما کنسل بکنید با اونا بگیرید، که من در نهایت این کار رو هم انجام دادم. این تفاوت 30-40 دلاری در ما خب تفاوت زیادیه، یعنی عملا خود بیمه یه خونه است و میخوام بدونم که آیا واقعا این 30-40 دلاره چیزیه که به دست بروکر میرسه یا به بروکر یه رقم دیگه شرکت بیمه اعلام میکنه ولی خودش یه خورده پایین‌تر میفروشه. ببینید، بروکر به عنوان یک واسطه بین مشتری و شرکت بیمه یک درصدی از اون مبلغ بیمه رو بهش میدهند. درست. همون مبلغی که خود شرکت بیمه میده، برای مثال اگر 100 دلار شرکت بیمه اعلام میکنه، قاعدتا بروکر هم باید 100 دلار اعلام بکنه ولی یه درصدی رو از شرکت بیمه بگیره دیگه. ببینید، هیچ موقع هیچ بروکری مستقیم نمیتونه از مشتری دلاری بگیره. درسته. میفرمایید؟ درسته. از نظر قانونی این یه مقدار مشکل داره، اما در تو با پاسخ پرسش سرکار، همونجوری که عرض کردم ما حدود 70 تا شرکت بیمه داریم در کشور کانادا. بله. که این 70 تا معمولا نرخ‌هاشون بسته به موقعیت مشتری ها متفاوته.
حالا شما فهمیدید 30-40 دلار، بله خب رقم قابل توجهی هست. باورتون نمیشه بعضی مواقع مشتری خود من از جای قیمت میگیره 100 دلار ارزان تر از قیمتی که با